بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بنادقان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه باز هم از لطف حضرت حق سبحانه وتعالى سباسك ذارم كي توانستم با تقدیم برنامه دیگری از برنامه اقراء در خدمة شما عزیز عزيز قرار داشته باشم بنادگان عزیز و ارجمند در سلسله مباحث فقهی که انتخاب کردیم و یکی پشت دیگر توضیح داده میریم رسیدیم به مبحث مسح کردن خب منظورمان از مسح کردن اینجا مسح کردن بر کفش آیا مسح کردن بر بوتها یا موزه ها درست است یا نیست و به همین قسم مسحو کردن بر جورب ها آیا درست است یا نیست و مسحو کردن بر موزه ها یا بر بوت ها چه شرط هایی را داره کیفیت و چگونگی مسحو کردن چطور است و مدت مسحو کردن چقدر است اینها همه مباحثی هستند که انشاءالله پیرامونش صحبت های را خواهیم داشت بدون شک مسحو کردن بر بوت یا بر موزه ها خود یکی از نشانه های یسر و سهولت اسلام است و این خود نشان میده که اسلام دین سهولت و آسانی هست و سختگیری و تندی در این دین جایگاه ندارد از این رو شما سهولت یسر و آسانی را در هر جلوه از جلوه های احکام و آموزه های دینی می بینید و از نمونه های باریزی سهولت و آسانگیری و یسر در تعالیم و آموزه های دینی یکی هم جواز مسح بر ها یا بر موزه ها هست طبیعتا هر آنچه که هر آنچه که قدم می پوشانه و در تابه بیجیلگ <applause> <applause> یا همی شتالنگ پا یا همی های برآمده در دو بغلی پای اینها را وقت می پوشاند. اینها شامل موزه یا بوت یا خف میشه و به همی شکل جورب هایی که بافتشان بسیار محکم باشه سفت و سخت باشه و زخیم باشه در جمع این بوت ها و نعلین یا در جمع همین به اسلام موزه ها و کفش هایی که بر اون مسح کردن درست هست شمرده میشه در این مورد صحبت میکنیم در رابطه با مشروعیت مسح کردن بر موزه ها یا بر بوت ها یا بر کفش ها اما یک تماس داریم بله بفرمایید بله بفرمایید خیر؟ بله خواهر بفرمایید بله بله خواهر عزیز بفرماین. بله سلام علیکم خوب هستین علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید در خدمت هستیم ببخشید بسیار یک سوال داشتم میخواستم پرسان کنم من رنگ کدر موی بر ما دالت موار گناه داره ما سوال ته نه گرفتم خو عزیز دوباره تکرار کنین وکه که یک خانم حالت ماہور میداشته باشه موږ خدای دی حالت رنگ کوله ګنا دا بعد از اونم ممکنلش میشه یعنی خب در حالت عادت ماہوار خونش مو یې شر رنگ کنه درستهس یعنی درست بعد ازو گفتم یعنی خپل کنه یومونو نام فهمیدم، فهمیدم، با برنامه باشین صحبت من رنگ کردن مانع از این نمیشه که آب به جلد شما یا به موی شما برسه از این رو مانع نداره، شما در هر وقتی که مویتان رنگ میکنین اشکال نداره، اما اگر در حالت تهارت و پاکیزگی موی هایتان رنگ بکنین این بهتر و خوبتر است یعنی در رنگ کردن موی یا تغییر دادن شکل موی که با خینه می باشه یا با رنگ های دیگری می باشه اینها جلوی عبور آب نمی گیره. و از این رو وقتی شما اگر عادت ماهوارم می داشته باشین موهایتان رنگ بکنین و بعدش دوباره به اصلاح از غسل تطهیر و پاکیزگی میکنین غسلتان درست است مشکل نداره اما اگر این کار در حالت تهارت و پاکیزگی بکنین بهتر و خوبتر است خب بحث ما در رابطه به مسح کردن است مشروعیت مسح کردن به حد احادیثی در این باب وجود داره که حتی تعداد از علما گفتن که در این باب بیشتر از چهل صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسحو کردن روایت کردند یعنی در این باب احادیث فراوانی وجود داره و ما به گونه نمونه چند حدیث در این مورد خدمتان عرض می رسونیم. از جمله حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجتشون برون رفته بود و ما هم با ظرفی از آب به دنبالش رفتم وقتی از قضای حاجتشان تمام شد ما به دستان مبارک آب می وقتی وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن بعد بر امو موزه هایشان یا بر بودهایشان یا بر کفش هایشان مسح کردند از از سنت فعلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این صحابی جلیل خادر روایت میکنه با وضاحت و بسراحت مشروعیت مسح بر خفین یا بر آنچه که ما گاهی در فارسی به نام موزه ها ترجمه میشه و گاهی هم به کفش ترجمه میشه و در عرف آمیانمان براش بود گفته میشه یعنی هر آنچه که قدم تا بجلک میپوشانه به او خف گفته میشه خب یک برادر دیگر از ولایت پروان تماس داره بله بفرمایید بله برادر بفرمایید بله بفرمایید برادر عزیز سلام علیکم السلام و, و رحمت الله خوش آمدید مشتمیم؟ میشنویم برادر عزیز در بلی. خدمت هستیم خوب هستین استاد صدمن بخیر سلامت باشین برادر عزیزم صدای تلویزیون رو تا نپخش کنین میشنوم صدای تلویزیون رو تا نپخش کنین استاد پیشتر شما گفتین که رنگ کردن موی گناه نداره نگفتم گناه نداره اینطوری نگفتم بیا در نکن بله این رقمی نگفتم گفتین که موی رنگ کردن گناه نداره اما دست معاصر نشون نمی که گناه است من نگفتم گناه دارم کجا گفتم که گناه نداره بچه با برنامه باشین دوباره تکرار میکنم سوالی بود برادر عزیز که یک کسی آه آه یک کسی میاید در در حالت عادت ماهوارش رنگ موی میکنه و بعد از او غسل تدهیر میکنه یعنی یک زن در حالت عادت ماهوارش قرار داره در امو دو سه روزی که حالت حادت ماوارش است مویش رنگ میکنه بعد از او غسل میکنه آیا غسلش درست میشه یا نمیشه بحث ما بود که غسلش درست باشه مشکلی نداره چون مان... یعنی رنگ موی مانع رسیدن آب به وجود نمیشه که غسلش درست نشه اما آیا رنگ کردن موی درست است یا نادرست ایرا احادیث صریحی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و وجود داره که تجویز کردن اما در بعضی احادیث تاکید بر این شده که رنگ سیاه نشه رنگ های دیگر اگر شود مشکل نداره یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن که تغییر بوتین رنگش اما بغیر غیر از رنگ کردنی به اصلاح سیاه و بحث که اگر در فقه معاصر باشه منظورتان کتاب دکتر سیب قرضاوی دیدگاه های فقه معاصر باشه در اون مورد صحبت میکنیم اما یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم بینندگان عزیز و ارجمند دوباره به برنامه خوش آمدید <applause> باقی یک پرسشی بیننده عزیز که از ولایت پروان تماس کردن اگر منظورتان از فقه معاصر منظورتان دیگاه های فقه معاصر که <applause> ترجمه کتاب الفتاوا و المعاصر از علامه دکتر یوسف قرضاوی حفیظه الله باشد تا جایی که البته ما در یادم هست اونجا شاید شما این دو بحث خلط کرده باشین یه است که یک آدم میایه امو چهره اصلی شا. که مثلا موی سرش سپید است یا ریش سپید است او رنگ میکنه و امو به چهره اصلی از کسی که با او زواج میکنه پنهان داشته باشه یعنی واقعیت نمیگه یا کسی موی مثلا ساختگی داشته باشه که ای طبعا دیگر بحث است اما نفسی ای که رنگ کردن ریش یا رنگ کردن موی مثلا با رنگ همانون خینه اینها تجویز باشه مداری فکر نمی کنم کسی اختلاف داشته باشه اما در رابطه به بحث سیا یعنی رنگ کردن سیا در چون در حدیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یکی از یارانش فرمودن که تغییر بوده ایره یعنی همین رنگ رنگ مویه اما با غیر از سیا از این رو از این احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وضاحت فهمیده میشه که نفسی مشروعیتش مشروعیت داره یک خواهر تماس دارن بله بفرمین دا، بله بفرمین خواهر عزیز بله بفرمین خواهر بله خواهر عزیز گم میزنی یا نه متاسفانه تماس خواهر عزیزمان قطع شد بنامدگان عزیز وقتی تماس میگیرین صدای, خود تلویز... صدای خودتان اگر بخواین از تلویزیون بشنویم نه ما تماس شما را میتونیم بگیریم و نه شما هم صدای ما را میداشته باشین و از این رو مشکل ایجاد میشه وقتی تماس میگیرین صدای تلویزیون رو پخش کنین و بعد با همو تلفونی که تماس میگیرین صدای ما را از همو طریق بشنوین و ما هم میتونیم صدای شما را راحتی داشته باشیم خب میم در رابطه به با... آ... آ... مسحو کردن در رابطه به با... مسحو کردن بر خفین یا همو بوت میگن براش یا موزه میگن یا کفش میگن هر که میگن خلاصه هر چیزی که پاره میپوشانه و تا بجیلک میپوشانه پاره خب در این مورد حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواندیم و همه قسم حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه روایت شده که ایرم خواد خواندیم و ما یک تماس داریم بله بفرماین بله بفرماین سلام علیکم سید علیکم السلام و رحمت الله بفرماین برادر عزیز مولای سید مذرد میخواییم ما یک دو سوال داشتم بفرماین یک سوال که قبلا شما در و مریضی که تکلیف داشته باشه برای ادرارش میگه اما دو عادت دائم برای مردها یا دیگه تکلیف داشته باشه بله بله لطف کردیم اما در ایسه کالا جامعه غالش کردن نگفتیم امی غالش کنه یا نکنه خوب یک درست دیگه سوالتان دو سوال دوم مکیم مکیم آزمه که برای و تواف میرن اونجا من کاغذ و برای سنجا چیزی نیست امراه ها و سنجا میزنن اینی چطور است بسار خوب است خوب است برای ما تشویش است ما چندی دفعه که خدا قبول کنه رفتیم خوب است خوب است آجی سیب آجی سیب خوب است بابرنامه باشین صحبت نه <coughs> آیت محترم در رابطه به کسی که سلسل البول است یا ادرارش همیشه میره حکم شریعتی است که در هر نماز یک بار وضو میکنه و با همو یک وضویی که میگیره نماز فرضشه نماز سنتشه و چقدر نفل که خواسته باشه میتونه که بخانه ولو ادرارش در حال چکیدن باشه در حالت که این مشکل داشته باشه و تداویش نشه تا وقتی که سهدمند بشه در رابطه به ای که همو کالا uh, آیا باید تبدیل شوه یا نشوه ما فکر میکنم تبدیل کردن کالا در هر پنج وقت نماز کار بسیار سخت و دشوار است فقط همو موقعیت هایی که مشکل داره همون جاره شما میتونین که سشتشو بکنین و بعد نمازتون رو بخوانین اما در جریان این که شما در نماز ساده سین و ادرار برون می آید طبیعاً با به کالای شما حسابات میکنه در اون صورت دیگه شما چاره ای ندارین حکم معذور را دارین در وقت میتونه نمازتان رو در رابطه به سوال تان که در مکه معظمه کاغذ وجود نداره و با آب استنجا میکنن نه هیچ اشکالی نداره استنجا با چیزی با سنگ و کلوخ و کاغذ و اینها همراه آب بهتر است اولاترش هم بیست اما بعد از او با آب بهتر است و حتی اگر آب هم نباشه تنها با کاغذ و با این مسائلی که امروز هست میشه که استنجا کرد و از این زاویه شما هیچ تشویشی نداشته باشین بله تماس دیگری داریم بله بفرماین بله بفرماین بله بفرماین بله بفرماین من نمیدونم که امروز چرا تماس ها زیاد ختم میشه به هر حال میم می در رابطه به تماس دیگری داریم بله بفرمین خب خو... نکه تماس ما بله بفرمین خوار عزیز مولوی شدیم کنم بله بفرمین خوار عزیز بله بله گرامی بفرمین در خدمت هستیم بله خواهر گرامی در خدمت هستیم بفرمایید خواهر عزیز صدای تلویزیون تان پخش کنین ما در خدمت هستیم بفرمایید بله بینندگان عزیز و جمعه بله بفرمایید خواهر بله بله بفرمایید. برندگان عزیز و ارجمند وقتی تماس میگیرین صدای تلویزیون تان پخش کنین یک صدای تلویزیون تان پخش کنین پایین کنین و دیگه ای که امو جایی که تماس میگیرین رو ببینین انتن میتا نمیتن. مشکل می باشه که نمیشه که درست ما تماس های شما را بگیریم به هر حال گفتیم که در رابطه به مشروعیت مسحو کردن حد احادیث فراوان وجود داره از این جمع از حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه حدیثی آمده و وقتی حضرت عبدالله ابن عمر پرسیده شد حضرت عبدالله ابن عمر گفت وقتی سعد ابن ابی وقاص چیزی را از پیامبر روایت میکنه دیگر در اون مورد از کسی دیگری پرسان نکنید تماس دیگری داریم بله بفرمایید بله میشنوید میشنوم خواهر عزیز بله بفرمایید بله خواهر عزیز بفرمایید بله باز هم قطع شد خب بران احادیث فراوانی در این مورد وجود داره و چنان که گفتم حتی در این باب بیشتر یا نزدیک به چل صحابی و یار پاکتینتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پیامبر در این مورد سخن روایت کردن طبیعتا کسی که برو غسل واجب میشه باز تنها مسحو کردن کفایت نمیکنه. این یک نکته است که باید وضاحت داشته باشه به این معنا مثلا کسی مو به اسلام با تهارت کفششان پوشیدن جورابایشان پوشیدن بوتهایشان پوشیدن مسح کردن با او و بعد در جریان همین مدت مسح آمدن جنوب شدن مثلا یا چیزی دیگری که با غسل بالایشان فرض میگردانه واجب میگردانه رخ داد در این صورت دیگر باز نمیشه که بالای از اون مسح بکشه بلکه باید پاهایشه بشویه و غسل بکنه در این صورت مسح کردن کفایت نمیکنه براندگان عزیز و یک وقفه داریم دوباره برمید براندگان عزیز و ارجمند دوباره به برنامه خوش آمدید یک تماس داریم بله بفرماین؟ بله بفرماین بله بله خواهر عزیز بفرماین بله خواهر گرامی بفرماین بله سلام علیکم, علیکم السلام و رحمت الله بفرماین در خدمت هستیم بله خواهر عزیز بفرماین در خدمت هستیم گفتم در برم و در مورد چی؟ موسیقی؟ بله ام یک موسیقی گفتین قطع شد دیگه کدام موسیقی خب خواهر عزیز یکی موسیقی است یکی موسیقی چیزهایی که ما نام موسیقی متاسفانه عرضه میشه اکثریتش ابتضال است و حتی توهین به موسیقی است حال شب خواب میشی صبح میخیزی بیست هنرمند برامده به هر حال در رابطه به موسیقی دو دیدگاه وجود داره اولی را باید داشته باشین که در رابطه با آنچه که امروزه بنای موسیقی ارزه میشه در حرام بودنش در هیچ کس شک نداره اما در رابطه با موسیقی که با شرایطی که اسلام گفته شود در او اختلاف از دو دیدگاه وجود داره در این مورد صحبت میکنیم اما تماس داریم بله خب به هر حال موسیقی را جمعی بزرگی از علما گفتن که شنیدنش حرام است و آمدن روایات و احادیثی را در این مورد برون دادن و با استناد به این احادیث و روایت ها گفتند که موسیقی حرام است و شماری از آیات هم استناد کردند به اونها ولی جمع دیگری از علما هم آمدن گفتند که موسیقی شنیدنش شگمری مباح است از گذشته ها هم مانند امام ابن حزم ظاهری، امام غزالی و در معاصرین علامه دکتر یوسف قرضاوی حفظه الله و دکتر محمد عماره عم مفتی محمد بخید مفتی مصر مفتی پیشین مصر و جمعی فراوان دیگری از فقها و دانشمندان همانند امام غزالی معاصر اینها آمدن گفتن به هر حال شرطه را اینها گذاشتن که من این شرطه ها را خدمتان عرض میکنم شمارشه موسیقی شعرش مخالف عقیده مخالف اخلاق اسلامی نباشد مثلا پیشی سخی جان میروم سخی جان ندرد میتوم در دیمار دوا که کاملا شرکسی خلاف عقیده است یا از سخی جان یا از شمای مچیم روشن از فلان از یعنی هر شعری که در مخالفت با عقیده اسلامی باشه یا در مخالفت با اخلاق اسلامی باشه او حرام است در وقت عبادت نباشه باعث زیاد وقت نباشه تحریک کننده نباشه مثل که کسی به بوستان میره کسی که به سیاحت میره برای تفریح میره در چنین موارد شنیدن موسیقی را ای از این نوعی از علما تجویز کردن و اگر بیشتر معلومات خواسته باشند در این مورد داشته باشند کتاب موسیقی از دیدگاه اسلام از علامه دکتر یوسف قرضاوی حفظه الله مراجعه بکنین در این مورد بسیار مفصل حدود 400 یا بیشتر از این هم 400 صفحه یا بیشتر از این صحبت کردن و تمامی دلایل کسایی که نفی کردن و یا تایید کردن اینها را آوردن و بحث کردن در این مورد میتونن که به کتاب مراجعه بکنن و این کتاب در این باب بخوانن خب میم در رابطه به موضوع بحث که عبارت از مسحو کردن بر موزه ها یا کفش ها یا بوت گفتیم که مسحو کردن وقتی بر کسی که غسل بالای از او واجب میشه دیگر نمی باشه. باید خود شستشو بوده و از جمله پایش هم بشویه و در این مورد حدیثی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت صفوان ابن عصال رضی الله تعالی عنه روایت است که میگن وقتی ما در سفر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتیم به ما دستور دادن که وقتی در مصر به اسلام پاهایتان پاکیزه وارد یعنی با وضو وارد هایتون میکنین دیگر با اون مسحو بکشین برون نکشین او را، الا در صورتی که شما جنوب شوین در این صورت باید برون بکشین و بعد او پایتانه بشوین خب به هر حال شرط هایی که در بر موزه ها یا بر بوت ها یا بر کفش هایی که بر اونها یا بر جورب هایی که سخینن به اصلا سفت و سخت و محکمن به اینها هستی شرط ها رو میگیم و ما یک تماس داریم بلی بفرمائن؟ بلی بفرمائن؟ بله بفرماین بله بفرماین بله بله برادر عزیز خوش آمدین بفرماین بله میشنم برادر عزیز در خدمت هستیم جمشید اصلا ولایت شبوران استفاده می‌کنم. خوش آمدین جمشید برادر، چی پاس ولایت شبرغان تشکر، سلامت است زنده باشین، بخیر باشین و با، خیلی الله باشین، خیر خیرت سلام سلامت باشین برادر عزیز، می صدای تلویزیونتون پخش کنین از تن با ما تماس بگیرین که صدای تون نمیداشته باشه. بفرم برام می‌گوشتیم دلیل گوری ماس بالا جرابه. آه شما قبلا گفتین که شرند ایبارا ذکر کردین گفتین که چی مجلل دنی باشه یا سخاین باشه. آه حدیث که مستقیم و اما آمده که ماس بالای خود جراب جراب مستقیم ولی ایخو کنم اما ذکر نشده کنم ماس ما, ما وجود نداره ندارد درباره مجلل دنی یا خوب است مختلف و احادیث بسیار زیادی است که فقط ماس بالای جراب است خوب است چی جراب رقیق باشه چی نازک باشه چی سخنگ باشه چی مجلدین باشه خوب است شما ذکر نشده در حوادث مجلدین باشه سخنگ باشه خوب است برادر عزیز تا حال در این مورد نرسیده ما فقط عنوان کردیم بحث تا حال در مورد مسخ بر جورت نیومدیم که در مورد دیدگاه را عرضه می کردیم به حال ما در این مورد دیدگاه فقه احناف هم میگم احادیثی هم که وجود داره و در قدر توانم دارم یا با حافظه دارم اونها را ان شاء الله عرض میکنیم خب بران یکی از شرط هایی که آمده بر به اصطلاح مسح کردن بر بودها یا همو خفه این حالا که شما هرچی می است که با وضو پوشیده باشین اونها را در این مورد حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره و حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه میگه که من همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک سفر بودم و بعد خواستم که بوتها یا موزه ها یا همو خفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برون بکشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودن که دعهما با حال خودشان بگذارین بوت های مرایخ موزه مرا با حال خودشان بگذار این و اینی ادخلتهما طاهرتین ما چون این پاهایم را وارد این بودها به گونه پاکیزه و طاهر داخل کردم که این حدیث حضرت امام بخاری رحمت الله علیه روایت کردن و بعد از او حضرت مغیر ابن شعبه رضی الله تعالی عنه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر همین دو تا کردند کردن شرط دیگری را که در فقه احناف آمده در رابطه به همین بوت هایی که یا جوربهایی که به اصطلاح منعلین باشه یا یعنی جلدی باشن یا دبل باشن سفت و سخت باشن <تصفح> شرط دومیش هم بگیم اما یک تماس داریم بله بفرماین بله بفرماین خواهر عزیز. بله بفرماین السلام بل علیکم علیکم السلام خواهر عزیز بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله خواهر عزیز بفرمایید.

میشنم چی گو بخانیم خواه, خواه خوب از خواهر عزیز بابا باشین صحبت نما برندگان عزیز یک وقفه داریم دوباره برندگان برندگان عزیز و دوباره به برنامه خوش آمدین یک خواهری گفتن که کسی گفتن که با این دعا دعا بکنین خداوند مشکلاتان حل میکنه یاد جلال و الکرام شاید منظورشان اللهم انت السلام و السلام تبارک ربنا و تعالی تا جلال و الکرام این آه، اگر منظور تانی باشه این از دعاهایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و در پشت سر فرایز این دعا را و دعای مسنون و دعایی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شدن اما آیا دقیقا با همی لفظ که کسی این دعا را بخوانه دوبار خداوند مشکلاتش حل میکنه آمده یا نه دقیقا ما ای اطلاع را ندارم اما بدون شک نفس این که ما با هر زبانی که از خداوند مشکلمانه مشکل میخواهیم او ذات سمیع و مجیب است دعای ما را میشنوه و اجابت میکنه و ما به ایمان داشته باشیم قطعا خداوند مشکلات ما را یک روز نه یک روز حل میکنه و او خود میدانه که برای ما چه مناسب است و چه مناسب نیست تماس دیگر داریم بله بفرمین بله بله سلام علیکم علیکم السلام خواهر عزیز بفرمین بله خواره عزیز بفرمایید در خدمت هستیم سوال داشت من بفرمایید خواره گرامی سوال من اینه که زیاد کلی این کارم دو... گفتگو می کنم خب نکو یعنی گناه یعنی چی خاطر باید چه خاطر گناه چی شما گفتگو میکنی گناه داره یا نداره درست؟ سوال دیگه من بود که موسیقی چینیدن و موسیقی سوال موسیقی گوش میکنه میگه گناه داره یا نه در دنیا وقت از جان کندان موسیقی در نه اصناد هم در موسیقی میاید خوب خوب است با برنامه باشین صحبت میکنیم سوال اول تان که باشه و هر گفتگو میکنین یعنی لجبازی میکنین گناه داره نداره بلی گناه داره اگر دموکراسی میگه ثواب داره من گناه داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام میفرماید حق شوهر بالای خانومش به حد زیاد است که اگر جواز می داشت که بشری برای بشر سجده بکنه ما بزن امر می کردم که به شوهرش سجده بکنه از بس که حق بزرگی بالای او داره و به همین شکل طبیعتا زن هم بالای همسر خودش بالای شوهرش حقوق خوده داره و این حق را که اسلام داده هیچ تمدنی نداده و نمیته و نخواهد داد بنان از این چیزها یک روزی زندگیتان به بنبست میرسه و بعد او تفلکایی که اگر از شما وجود داشته باشه خانه از اونا میسوزه و اونا را پشتین خود سیار روان میکنین و اونایی هم که مثل بارها براتان گفتم شما را همیشه از راه های مختلف تشویق و ترغیب برای به یخنکشی با همسرتان میکنن باز اونا پاسپورتکایشان در جیبشان است اوه مای گاد گفتن میروان در خارجا چکرشان رو بزنن با تو میمانی و دردهایت تو میمانی و رنج های تو میمانی و فقر و تو میمانی و انتحار و انفجار و بدبختی از این رو وضعیت خود را درک بکنین جامعه خود درک بکنین پشت پای مفتی که میزنن نگردین از یک طرف ما برای میگم که سکوت نکنین در برابر حقتان حق را که دین براتان داده شجاعانه بطلبین و به خاطر از اون مبارزه بکنین و را به دست بگیرین اما زندگی میدان کشمکش و مبارزه نیست زندگی میدان تفاهم و درک یکدیگر است و زندگی با گذشت و تسامح و مدارا به پیش میره به قول حافظ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان تلطف با دشمنان مدارا در رابطه با این که موسیقی چه هست من پیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کردم که علما دید دو دیدگاه دارند و مفصل اگر سواد دارین میتونین در کتاب موسیقی از دیدگاه اسلام از علامه دکتر یوسف قرضاوی این مورد بخوانین اما ای که آیا در وقت شنیدن مرگ اگر کسی موسیقی میشنه و باز گوش موسیقی نمیآید آید ای ما نه از اکرم صلی الله علیه و سلم خاندیم جایی و نه از یاران پاکتینت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باقی هر کسی که گفته باشه گپ مربوط خودش میشه میم در رابطه به موضوع مورد بحثمان که مسحو کردن بر موزه ها یا خفین یا کفش یا چی که میگن یک شرط دیگری که در احناف وجود داره این است که این کفش ها این بوت ها باید به جلگ را ببوشاند شرط دیگرشی که توانمندی رفتن با این بوت ها دست کم با یک فرسخ را یک فرسخ یعنی حدود یک نیم ساعت را را توانمندیش داشته باشه اینها از جمله شرطهایی هست که فقهای های احناف بر بوتی که برو مسح کرده میشه گذاشتند یک تماس دیگر داریم بله بفرمین بله بله بله, بله خواهر عزیز بفرمین بله میشنم اون خواهر نا. گرامی بله خواهر گرامی میشنوم اون خدا, خدا،, خدا شما رو ندارم خواهر عزیز به خدا که من میشنوم من یک سوال داشتم مولوی ساید همی اسم بچه یکم سیاوش اه... هست آیا همی کتابی هست یعنی دوم سوال ماست که همی سوال نماز اه... میگم بخیر بخوان آیا به من گناه دارم به شوهرت میگی که نماز بخوان آیا گناگار میشی یا نه درست؟ گرفته سوال منو. بله 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 نام در اسلام مادر عزیز شرط است که زیبا باشه معنایش این شرط نیست که حتما نام به عربی باشه اگر آدم های متعصب فاشست که ببینن همی تو فکر میکنن همی اسلام همی پیامبر آمده همی دین آمده به خاطر این آمده که نامای مردم عربی بسازه باز رگای گردنشان میخیزه با چند تا نامی که در شاهنامه است را یاد میکنن اینا رو بگذاره او مردم گویا همه هم مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی ما حل میشه با میگرد اسلام سینه فراختر از این تنگ نظری ها داره بله اینکه دین ما اسلام است و زبان دینمان قرآن است و شخصیت های بزرگ تاریخمان نام چون عرب بودن عربی بودن از این رو امت اسلامی بیشتر از این نام انتخاب میکنن اما هیچ مانعی نداره که نامی زیبا به هر زبانی که باشه انتخاب شود مشکل نداره اسلامی سعی صدر داره مادر عزیز مشکل نداره سوال دوم تانی بود که به شوهرتان میگین نماز بخوانین آیا گناهکار نمیشین نه تنها گناهکار میشین که یک جیبه و یک فریزه دینی خود انجام میتین و در برابرش مزد هم میگیرین و هیچگاهی از این کار دست نکشین حتی اگر گاهی یگان سیلی میلی هم که خوردین خیره به خاطر خدا مخادر دنیا چه قسلی خوردین یک سیلی را به خاطر خدا تحمل بکنین اگر چی حق نداریم مردان این حق نداره اما ایره برای شوخی گفتم به دلیل که یعنی تا توان دارین در جهت امر به معروف و نهی از منکر خواهر عزیز برزمید و تلاش بکنین یک واقع داریم دوباره برمیکن بنادگان عزیز و ارجمن دوباره به برنامه خوش آمدید در رابطه به مسخو کردن بر خفین یا همان موزه ها بوت ها کفش ها هرچی می نامینش قدم تا بیجیلک میپوشاند تا همو برامدگی های پاکی در دو بغل اس همی استخانک های برامده بیجیلک میگین هر چی که میگینش اونمو کمپ میگنش در عربی برش تا اونمو را که میپوشانه اونمو را براش خفاین میگن این جمعی از شروطی بود که طبیعتا فقها گذاشتن در رابطه به کیفیت محص صحبت میکنیم و بعد از کیفیت مسح و مدت مسح میم بر بحث مصحو کردن بر جورب ها که آیا یک پرسش یک بیننده عزیز هم بود که در احادیث جورب آمده نه نامده آمده که نازک باشه یا دبل در این مورد ان که اگر فرصت بود صحبت میکنیم کیفیت مسح طبیعتا می میباشه که به گونه پراکنده پریشان انگشتان دستت میگیری و سه تا که باشه از پیش روی با بالا کش میکنی و مسح کردن بر زیر کفش و بر پشت سر درست نمی باشه حدیث صحیح از روایت صحیح از حسنی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمودن اگر دین به انقل گرفته می شد یعنی اگر قرار می بود تمامی پدیده ها و اوامیر و فرامین دینی بر مبنای عقل تفسیر می شدن و قابل فهم برای عقل می بودن ما باید زیر پایه زیر بوته زیر کفش هم کردیم در حالی که دین به ما امر میکنه کنه بالای کفش هم مسح یعنی بنابر عقل باید این گونه مسح می کردیم اما شرع میگه این گونه مسح بکنن از این رو این گونه مزح میکنیم خب یک بار مزح کردن کفایت میکنه با دست راست پای راستان مزح میکنین و با دست چپتان پای چپتان مزح میکنین و دوباره مزح کردن سنت نیست و یک کار خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است میم در رابطه به مدت مصح که مدت مسح چقدر است احادیث بسیار روشن و واضحی در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که مدت مسح همان گونه که حضرت صفوان ابن عصال رضی الله تعالی عنه روایت کردن و جمع دیگری از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همان که پیش حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آمدن در این رابطه پرسیدن بعد حضرت عایشه گفت بروین از حضرت علی رضی الله عنه بپرسین که چون با پیمبر در سفر بودن و پیمبر حضرت علی رضی الله عنه وقتی پرسیده میشه او هم می پاسخه ارائه میکنه که کسی که مسح میکنه کسی که بوتایشه یا مو کفش هایش یا موزه هایش و با میپوشه اگر مقیم است یک شب و یک روز برای او میتونه که مسح بکنه یعنی 24 ساعت تقریبا و برای کسی که برای کسی که مسافر است سه شبانه روز جواز داره که بالای اون مسح بکنه اما نکته ای که میخوام در اینجا خدمتتون عرض بکنم این است که مسح کردن از مو زمان آغاز میشه که شما نخستین بار بی میشن. میشین به این معنا مثلا شما ساعتی پنج صبح وضو کردین برای نماز صبح و بعد کفش هایتانه یا بوت هایتانه پوشیدین و بعدش مثلا ساعتی هشت روز شما به وضو شدین یعنی مدتش از همین ساعتی هشت صبح آغاز میشه معناش است که شما تا پنج صبح نه تا هشت صبح روزی بعدش میتونین که اگر مقیم باشین مصف بکنین برن ای احادیثی بود که همو مدت مسح تجویز میکرد گفتیم که احادیث در این باب فراوانن از حضرت ابی بکر رضی الله هم روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسافر سه روز و برای مقیم یک شبانه روزه چه کردن جواز دادن که مسح کرده شود خب نکته دیگری را که اینجا پیشتر یکی از برادرها پرسانی کرد مسحو کردن بر جورب حال. خب ما اول میخواهم یک نکتر خدمتان عرض بکنم و بعد میخواهم دیدگاه فقه احنافم در این مورد خدمتان عرض بکنم فق چیزی نیست که به اصطلاح بیرون از متن قرآن و یا سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشه به این معنا فقه یک اجتهادی است در در حول هوشی و حوش قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقه یعنی فهم منظوری متکلم و گوینده یعنی فقیه تلاش میکنه تا منظور و مقصود کتاب خدا را و مقصود و منظور سخنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توضیح و تشریح بوده و برای مسائل و مباحثی که در کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیامده اموری را قیاس بکنه و بر مبنای قیاس مسائلی را برون بده فقها وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن که بر جوراب مسح بر جوراب مسح کردن انالی درست است که در حدیث نامده که جوراب دبل باشه اما در حدیث این هم نیامده که جوراب نازک باشه عام ذکر شده است انالی ما از کجا بدانیم که این جورابی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یا برو مسخ کردن چگونه بوده است فقه ها میاین میرن تلاش میورزن که این سخنه توضیح بودن اونها میان میگن که در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیست داشتن و در جغرافیایی که پیامبر زیست داشتن و اصحاب و یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیست داشتن اونها چگونه میل به اصلاح پاپوش یا چگونه کفش و بوت و موزه یا هر چی که میگنش داشتن یا جوربی که در اون زمان بود چگونه بود از لابلای این محیط شماری از شرط ها رو میارن میگذارن اما مخالفت کردن با این شرط ها هم بیمنتی قطبن بدون استدلال هم کار درستی نیست و در نفس وقت این هم درست نیست که ما فکر کنیم که همی این فقها ها آمدن منعندی و از شکم خودشان چیزهایی را گفتن بدون اجتهاد حالا اینها آمدن یک سری اجتهادات را کردن در این باب اگر اش در اجتهادشان نصیب بودن یعنی ثوابی بساد داشتن درست بودن در اونجا یک ثوابی دو ثوابی بسین میگیرن اگر در اجتهادشان ثواب نداشتن ثواب بساد یعنی درست نبودن اجتهادشان اشتباه بود باز وقت یک ثواب بسیط می میگیره یک مزد میگیره حالا از یک مزد دست کم اینها را کی منو کرده است خب در رابطه به دیدگاه های فقه احناف هم میخوام خدمتتان عرض بکنم چنان که در هدایه کتاب مشهور از کتاب های مشهور فقه احناف آمده در اونجا هم میگن که مسح کردن بر جوربها در نزد صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف و حضرت امام حسن شیبانی رحمه الله ای جواز داره و مشکلی نداره اما حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علی مسح کردن بر جورب نازکه یا بر جورب را از مسح کردن بر جوربها ها باز می داشتن و بعد هم در شرح ادایه میه علا یکی از کتاب های شرح ادایه است میگه که پیامبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در آخرین مریضی که شد از این کارشان خودشان برگشتن و خودشان مسح میکردند. اما فتوا در فقه حناف بنابر همو قول اولی امام ابو حنیفه است به هر حال از اینکه وقت فرا رسید و نتوانستیم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم شما را به الله پاک بنیاز می سپاریم خداوند یار و مددگار همه شما